سلام دوستان، امیدوارم هر جایی که هستید در آرامش کامل باشید. وقتی در جامعه شخص یا گروه پلیدی محو شود و شخص یا گروه پلیدتر و فاسدتری جای او را بگیرد، به طوری که شرایط زندگی بدتر از قبل شود، اینجاست که می گویند صد رحمت به کفن دزد اولی. اما ریشه این ضرب المثل از کجاست و چگونه وارد فرهنگ محاوره ما شد؟ بد نیست داستان این ضرب المثل معروف رو بدونید. پس تا انتها با من همراه باشید. داستان ضرب المثل صد رحمت به کفن دزد اولی. در کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری داستان این ضرب المثل بدین گونه نوشته شده که در زمان قاجار گروهی از دزدها بودند که روزها در قبرستانها گردش کرده و قبور مرده های تازه دفن شده را نشان می کردن. آنگاه شب هنگام قبر را شکافته و کفنهای مردگان را به غارت می بردن. مردم هم که این وضع را دیدن شروع به لعن و نفرین این جماعت از خدا بی خبر کردن. دزدها هم به تلافی نفرینها از آن پس علاوه بر کفن دزدی امور غیر انسانی هم با مرده ها انجام می دادن. به این صورت که به مرده ها تجاوز کرده و آنها را رها می کردن. این خبر به گوش منبری ها رسید. منبری ها هم پای منبر این جماعت کفن دزد را مورد لعن و نفرین بسیار قرار دادند. دزدان از بس مورد لعن و نفرین منبری ها و مردم واقع شدند، تصمیم گرفتند تا این بار کفن پوشی را به جای کفن دزدی انتخاب کنند. کفن پوشی به این صورت بود که شبها پارچه سفید را به سر می کردن و در گورها و گودالها و جاهایی که محل عبور و مرور مردم بود پنهان می شدن. و چنانچه رهگذری نزدیک می شد، آنها برخواسته و بی حرکت در برابرش می ایستادن و به شخصی که از ترس دچار شوکه شده بود به یک بار حمله می کردند و او را مورد تجاوز قرار می دادن. سرانجام هم جیبهایش را خالی می کردن و حتی لباسهایش را هم به غارت می بردن. ماجرای این کفن پوشی و کفن پوش آنچنان ترس و وحشت در دل مردم انداخته بود که بعد از غروب آفتاب کمتر کسی بیرون از خانه یا در کوچه و خیابانها پدیدار می گردید. این ترس و وحشت تا حدی بود که حتی مأموران حفاظتی دولت نیز از برخورد با آنها سر باز زده و شانه خالی می کردن. عده‌ای خرافاتی هم شایعه کرده بودند که اینها مرده های جان بسری هستند که دچار عذاب الهی گشته و گور به گور شده اند. جنایات این دزدان به جایی رسیده بود که مردم می گفتند صد رحمت به کفن دزد اولی، زیرا کفن دزد اولی فقط کفن مرده ها را می دزدید و دومی هم کفن را می دزدید و هم به مرده ها تجاوز می کرد. اما این سومی به زنده ها تجاوز می کرد و پول و حتی لباس هایشان را غارت می کرد. و بالاخره سرانجام این کفن پوش ها این شد که گروهی از دزدان شب رو که گردن کلفتر از خودشان بودن با آنها درگیر شدند و آنها را برانداز کردند. این داستان دقیقاً شرایط حال حاضر افغانستان است که باید بگیم صد رحمت به کفن دزد اولی. دزد اولی گرچه تمام پول و ثروت افغانستان را دزدید و رفت، اما این دزد دومی علاوه بر غارت ثروت کشور به جان و مال و ناموس مردم هم تجاوز می کند.